والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الهی هرچی شایان است آن کن، نمیگویم چنین کن یا چنان کن. کتاب سمای برازنده دیروز و امروز و لتخار توسط آقای دکتر سنت الله نوری به همکاری حلحاج علی شیر انتظار جوزجانی تهیه و تدوین شده است. خوش آمدید به مجلس مکتب ما و جشن پر عنایتی. یورک قیغوسنی سرسنگ بود افترگه بطه بلمس، اونینگ بازارگه بیگانه لرگه کرست بلمس. ای ملت بغرمان نام خوشت جایدان، شمره شدی در جهان افغانستان افغانستان. خوجه غار را چرا خوجه غار میگویند؟ این خوجه غار مسمی به خاطر چی شده؟ کلمه است که سوال برانگیز همه کس، چیزی که در این ولسوالی خواجه غار اهل فرهنگ است و میفهمند به این سوال مواجه میشوند. الهی رایگان مگذار ما را، الهی رایگان مگذار ما را، به دست این آن مگذار ما را. کرم پروردگانیم ای خداوند، به لطفی دیگران مگذار ما را. الهی هرچی شایان است آن کن، نمیگویم چنین کن یا چنان کن. چه داند بنده اسرار خدایی، خدا را هرچی میزد امان کن. به نام خدایی حسابگر، حسابساز، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در روز. درود خدا بر روان پاک و پیغمبر نبی رحمت و یاران راستین و خاندان طاهرش، حضار گرامی و مهمانان عزیز. نخست تشریف‌آوری شما عزیزان به محفل کنونی، همانا مشاعره ادبی و رونمایی سه اثر گرانبهای شاعران و نویسندگان ولسوالی خواجه غار ولایت تخار تحت عناوین ارمغان تخار، سیماهای برازنده دیروز و امروز تخار. یورق قیغوسی مجموعه اشعار فارس عبدالله احسان، نوای ازرباق مجموعه اشعار نازیه بیگم ولیزاده می باشد که به ابتکار فرهنگیان ولسوالی خواجه غار و حمایت همیشگی مکتب خصوصی حرمت ترتیب یافته است. خیر و مقدم و خوش آمدید می دارم. تداوم و فعالیت های فرهنگی در جامعه امروزی باعث پیشرفت و ترقی در محیط انسانی می گردد. ما باید از تمام فرهنگیان عزیز حمایت مادی و معنوی نماییم و هر یک از هموطنان ما در این زمینه تلاشی همیشگی داشته باشد. با همین مناسبت محفل امروزی را رو اندازی نموده است. امیدواریم تا آخری برنامه سهم خیش را ادا داشته باشید. با همین نیات نیک محفل خیش را با تلاوت چندی از کلام الله مجید با صلای ملکوتی فارس بهرام‌الدین جان آغازگر می‌شویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين.
مبین. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنام ذات حقدس الهیزاد اواتر از همه توفیه گرانبهای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت مهمانان گرامی، شاعران معزز، نویسندگان گرانمیر، متنفذین والا مقام، مقامات حکومتی و همه هزار گرامی تقدیم نمودم. اما بعد از بارگاه حضرت منان صحت و سلامتی برای همتان آرزو می نمایم. هزار گرامی، مکتب خصوصی حرمت این بار متفاوت‌تر از هر بار دیگر جهت قدردانی هشت شعرا نویسندگان محفلی را تحت عنوان محفل روحنمایی کتاب برگزار نموده است تا از یک طرف برشت جامعه علمی و فرهنگی اولسوالی خوجیقار و ولایت تخار بیفزاید و از سوی دیگر کار برای رشد فرهنگی فرهنگ مطالعه و بزرگداشت از قلمبرستان نموده باشد. کتاب سمای برازنده دیروز و امروز ولایت تخار توسط آقای دکتر سنت الله نوری به همکاری الحاج علی شیر انتظار جوزجانی تهیه و تدوین شده است. مجموعه شعری هر یک نوای هزارباخ که دفتر شعری بانو نازیه ولی زاده می باشد و یوری قیقوسی هست قاری سیف عبدالله حسان هر یک آوی هشهار مکر اجتماعی است که با زبان سیچی نرم و گرای فارسی و زبان شیرین هوزبکی نوشته شده است که از نظر ادبی ارزشی والایی دارد. زبان بانو نازیه در اشعارش زبان نازک و متشکل از تصورات باروک و اندیشمندانه وی می باشد. موارد و موضوعات اجتماعی و عاشقانه در اشعار وی به خوبی و خوبترین نوع ممکن با زبان فصیح و شعرا بیان شده است. اما طوری که یوریک قیقوسی حسن قاری سیف عبدالله حسان دست بالای در اشعار معاصر افغانستان دارد، آقای عبدالله احسان شاهدی توانمند، اندیشمند و با احساس من که اشعار قشنگشان در دل ما جای گرفته است. کتاب برایند زندگی، تجربه، اندیشه و آگاهی است. هرقدر ما بیشتر کتاب بخوانیم به مو اندازه سطح آگاهی و توانمندی ما فراتر می رود. من شخصا به حیث مؤسس مکتب خصوصی حرمت تمام تلاشم را در حرسه گسترش و پخش و نشر علم دانش و رسیدن نسل جوان با آگاهی و روشن شدن ضمیر هموطنان ما با نور دانش خواهم نمود. دانش روشنایی است و ما و شما مسئول رساندن این دور به همه تاریکی ها هستیم. پس زنده باد دانش، پاینده باد آگاهی. از توجه همه شما گران مهران ممنونم و آخر دعوانا علی الحمد لله رب العالمین. ای جوان، ای جوان اندیشت نیرنگ باید بشکند. ای جوان اندیشت نیرنگ باید بشکند. از نگاهی چشم تیزت زنگ باید بشکند. اتحادی دستانت با ندای آشتی حلقه نفر نمای جنگ باید بشکند. سپاس و امتنان از مؤسس و بنیانگذار مکتب خصوصی حرمت استاد عبدالخالق عارفی. حالا در این قسمت از پروگرام از تیم ترانه مکتب خصوصی حرمت تقاضا می شود در جایگاه تشریف فرما شده و ترانه زیبایشان را به خوانش بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. با اجازه مهمانان عزیز و گرام قدر، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. این جانب حسیبا، متعلم صنف چهارم در مکتب خصوصی حرمت درس میخوانم. یک پارچه شعری که آماده کردیم به حضور شما عزیزان به خوانش میگیریم. شعر خوش آمدید. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید به محفل سرور ما، به جشن ما، غرور ما، به دست آوریدنی امید دوری دوری ما، به محفل سرور ما، به جشن ما، غرور ما، به دست آوریدنی امید دوری دوری ما. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید به مجلس مکتب ما، به جشن پر عنایتی رسید بهر ما کنون وجیب و رسالتی. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید همه روان بسوی نور، به قله های کوه طور، ندای ما ندای حق، پیام ما پیام صلح. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید به محفل سرور ما، به جشن ما، غرور ما، به دست آوریدنی امید دوری دوری ما، امید دوری دوری ما. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. تشکر از توجهتان، یک جهان سپاس. Ülkədaşlar, ülkədaşlar birləşib bu ülkəni abad edin. Hər qənimi yavnin qolədən yurtiniz azad edin. İlm-i danış ürgənib məktəb sarı basıb qədəm. İlm-i danış ürgənib məktəb sarı basıb qədəm. Siz bilimsizlik oyinin bərçəsin bərbad edin. Siz bilimsizlik oyinin bərçəsin bərbad edin. Açın bu içə minnətdar biz Timit aramızdan. Hozir esa ilmiy tortishmamizning bu bo'limida hurmatli doktor Soyev Sunnatulloh Nuriy janoblaridan esimiz istijorqali tashrif keltirib, totli va yoqimli so'zlarini bizga aytsinlar va bizning e'tiborimizda yorug'lik tashlasinlar. Hurmatli doktor Soyev Sunnatulloh Nuriy janoblari. Vatanim, jon vatanim, Afg'oniston vatanim. Senga men oshiq zor bog'u bo'ston vatanim. حضار گرامی، مهمانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه دهید به نمایندگی از فرهنگیان، شاعران، نویسندگان تخار باستان تشریف آوریتان را به محفل امروزی که امانا مشاعره ادبی و رونمایی سجل اثر شاعران، نویسندگان اولسوالی خواجه غار و ابتکار مکتب خصوصی حرمت تدوین یافته است، خیر مقدم خوش آمدید میگویم. حضار گرامی، ارمغان تخار اثری هست و همکاری تعدادی از دوستان فرهنگی و جوانان آگاه اولسوالی خواجه غار با ورستاری الحاج علی شیر انتظار جوزجانی تهیه و تدوین گردیده است که امروز به دسترس شما قرار گرفته است. ارمغان تخار که جلد اول می باشد در طول یک سال آماده چاپ گردید. دو اثر دیگری که امروز رونمایی گردیده است مجموع اشعار شاعران و نویسندگان خواجه غار بوده، در تداوم فعالیت های فرهنگی و خیریه تعدادی از جوانان و خودم بوده است، با امکانات مالی چاپ گردیده است و در آینده نیز همچون فعالیت ها ادامه دارد و به امید ترقی آبادی کشور سخنانم را خاتمه میدیم. سلام علیکم و رحمت الله. یورک قیغوسنی سرسنگ بو دفترگه بتب بولمس. یورک قیغوسنی سرسنگ بو دفترگه بتب بولمس. اونین بازارگه بیگانلرگه کرسته بولمس. چکیب مهنت بلن زحمت اونر اهلیگه خوشلمی. با آسانلیک بلن بل
مهر دلبرگه یتب بلمس بوینگه ینگی کویلک بلسا هرکم بلگسی ارتاق مگر محرم بلب هر یانه اونگه راز ایتب بلمس کزم توشسه یوزیگه جسم و جانم تلمروب قالگی کزم توشسه یوزیگه جسم و جانم تلمروب قالگی وزستم قلرم اما طولن آیم توکب قلمس ازلدن هر کشی نور وحدتدن جدا بلسه ازلدن هر کشی نور وحدتدن جدا بلسه یقین غافل کشینی هر نقل سنگ ویغنه بلمس زغن زا قرغنی هر کنچه قل سنگ توتی بلمی دور زغن زا قرغنی هر کنچه قل سنگ توتی بلمی دور ار آنچی تربیت بیر سنگ بران گب سوزلتی بلمس بطن دنیانی سو آلسا کشی آقمس دور ای ایسان بطن دنیانی سو آلسا کشی آقمس دور ای ایسان اجلدن ایلگری هیچ کم بو دنیادن کتب بلمز قاری صاحب عبدالله ایسان دی شیردن ازار گرامی نمایندگان دولت و ملت بزرگان بسیار عزیز و گرامی ولسوالی خوجغار تخار باستان جوانان برهمند و سلشور تخار باستان شخصیت های علمی فرهنگی و عزیزانی که در این احتفال امروزی حضور دارن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما خیلی می بالم به این که در یکی از ولسوالی های دور افتاده کشور ما با برگزاری همچون محافل یک تعداد از دوستان ما پیشکسوت میشن و باعث افتخار برای ملت ما میگردن و صدای ترقی علم پروری و پیشرفت را از این دیار خوجغار باستان بلند میکنن درود و ثنا به او نیاکانی که فرزندان همچو قهرمان و علم پرور و فرزانگان علم و هنر در اینجا به دنیا آوردن و زاده شدن مراتب تشکری و سپاس خدا از جناب استاد عارفی صاحب و دوستان و همکاران عزیز ما که احتفال امروزی را راه اندازی کردند خیلی ها تشکر و یک گیتی سپاس ثانیاً عزیزانی که در احتفال امروزی تشریف آوردن نمایندگی از علم پروری پیشرفت و حمایت خواهی به خاطر ملت و به خاطر آرامی ای حکومت و دولت کردن مقدم شما نیک باد برای شما خوشبختی و سعادت دسترخان لرز ناندن تلسن و اوی لرز بغدایدن دوستان عزیز یک سال قبلم بنابر دعوت دکتر صاحب نورالله از دوستای خوب ما و بزرگ ما اینجا تشریف آورده بودم در یک محفل خوشی با بزرگان علم و معرفت همچون قاری صاحب احسان قاری صاحب حیدری و بزرگان دیگی و جوانان بسیار سلحشوری دیار دید و آدیدهایی داشتیم و افتخاراتی را داشتیم که در این سرزمین هم همچو انسانهای علم پرور و خوش سیرت حضور داره که باعث افتخار برای ملت باشه پیامی به ملت خوجغار است پیامی کتابا به شما عزیزا تعلق داره که بتانیم برای آینده ها از شماها و از فرزندای شما همچه اثرار ما شاهد باشیم و در تداوم این فعالیت ها با کاروان خیری دکتر صاحب سنت الله نوری همگام شوید صدایتان بیارین داشته هایتان بیارین با گذشته هایی که ما در اینجا کمبودی ها بود و نواقص بود فراموش کنیم بیاین یک وحدت دست بتیم و با افتخارات در این کاروان همراه شوید وزبکی گای داده برلش سنگ بترسن برلش مزنگی ترسن
حضرت بابر ایتاده هر کم که وفا قلسا وفا تا بسدر هر کم که وفا قلسا وفا تا بسدر هر کم که جفا قلسا جفا تا بسدر یخشک شکر مگه ارگز یمالد هر کم که یمان بلسا جزا تا بسدر یخشلیکلرده یل قویلیک برگلیکده افتخارلیک جایگه یگه بولیلیک ملتمزگه قوشلیده وز ملتمزگه کلیکون اشلرمزگه وزو بس کرسد مسک بیگانه کلیب بزلمنم قوشلمیده افتخاراتمزنه ملتمزنه تاریخنه هممسنه بزل وزو بس کرسد مسک ملتمز هیچ نسنه حید میده خالی برسه بزده افتخارات که برابر قند و ملت مزگه کرسه دیلیک اوشه جایگامزنه افتخاراتمزنه هممسنه برگلیکته کشب کرسه دیلیک اگر هنر بار هنرمندیار بولیلیک اگر شاعر بار شعریگه کشلیلیک اگر خدمت کلیکون کشی بوسه خدمت ده بیلنه باقلگم بوسه بزلم و شملم بر بیلمزنه ها دک چوگیدیک اینده بیگانه کلیب بزلگه اشکلر دهی بوسه بو فکرگه بولیلیک آرقمزنه اوینه دامنه وزمز قضایلیک وزمزنه ترپاقمزنه وزمز یایره دیلیک همسایگه تیلم ایلیک وزمزنه کچو قواتمزنه ملتمزگه یندی کرسد ایلیک که کنداق ملتمز ویغنگن تاریخی بار و افتخارات بار خوجهار اسکی تاریخیگه مراجع کنیل اصلا ملتمزگه برابر این کتا آکملر هم برگه حکومت قلب کیگن بوزه شو ملت خوجهار اوشا حکومت بار منم هم برگلیکتا یشم کلده روحنی شاد کسیم اوید ده بزداده کتکان و نیاکان لرمزده که وش بوف فرزنده بزداده جامعه مزگه خلقل و ملت مزگه یخش زمینه لرنی یرده عزیز دوست لرمزگه ایت ایلی که من منلیگ منم هیچ جایی اتشمهیم من منلیگ یرزگن کشه اوزو خوار و زلیل بولیب دایما یرگن یندیک هم همز قولمزده برلکه بیرهیلیک برلکه یشهیلیک دوستان عزیز ما جوانان بسیار با احساس ملت بسیار با احساس با غرور در دیار خوجهار باستان داره اینا به خاطر افتخارات هر ملتی که به هر زبانی که به هر گوشه ای از این دیار و این مرز بوم هستن از خود افتخارات دارن از خود بزرگا دارن از خود علمای دین دارن از خود شخصیت های علمی فرهنگی دارن از خود جوانان با احساس دارن ما در احترام با او ملیت هم یکی شویم تا وحدت ملی نشم ما ملت نمیشیم تا یکی دیگر با کمبودیا با نواقص با ظرفیت هایی که ناتوان داریم قبول نکنیم ما به ترقی پیشرفت را پیدا نمی کنیم در صورتی که ما داشته های خود بیان بکنیم ملت ما ملت بیدار میشه ملت ما افتخارات خود نشان میده و هر عزیز ما که در اینجا از خود یک برتری را نشان میده باعث ازی میشه که ما ملت ما ملت قهرمان بوده ما در گشنگی در لوچی در سرلوچی خود باعث غرور و باعث افتخار برای ملت افغانستان هستیم در هر گوشی از این دنیا اگر زندگی میکنیم در این کره خاکی هستیم در این افغانستان عزیز زندگی میکنیم باعث از این که ما ملت سلحشور و با افتخار هستیم ما یک بار دیگر در تداوم با فعالیت های فرهنگی گروه از جوان های خلصوالی خوجهار که در اصش دکتر سیف سنت الله نوری قرار دارن یک تعهد همکاری را میتونم تا حد توان در قسمت های فعالیت های شما در قسمت نکاس دستاورد های شما در قسمت لبگویی با صدای شما و در قسمت پیام رسانی با شما هر لحظه آماده هستم و این تعهد از آدرس خود دکتر سیف نوری بر شما میتونم که به خاطر حمایت از دستگیری از فقرا شخصیت هایی که علمی فرهنگی توان و ایره ندارن که ظرفیت هایشان حمایه شود و
از نظر اقتصادی ضعیف هستند، برای یاد بود از اونا، به خاطر خاطراتشان، به خاطر حمایت‌های شیریشان، به خاطر چاپ اثرایشان هم فعالیت‌ها است. در پهلوی از این برای خانواده‌های بی‌بضاعتی که فرزندانش تا حدی از تحصیل باز مانده و توان ایره نداره که با اقتصاد امروزی کمک های نمایه، اونا باز هم به این صدا لبای گفته دست از او خانواده ها رم تا حد توانشون میگیرن. بیاین با صدای از اینا لبک بگوییم برای آینده این کشور کوشش بکنیم و روزی شاید برگزاری همچون محافل هر روز در این تخار باستان و در این خوجوار باشیم. ما عزیزانی که با صدای یک دلی و یک پارچگی و همدلی لبای گفتن، با هر نوع فداکاری، با سر خود فداکار هستیم. حتی اگر قولمز یتیشمسه ولگندس آیاقمز نیکه برگزات همشون کلیله، حتی اقل ملتمزگه سیس بولیلیک، کلیله ملتمزگه خوش لیلیک، آشلیکنه، توغلیکنه، گوره بردیده. ایچ کم گوره گالب کتمایده، اوشه کشیلگه بار کشیلگه هم سیس چگر همیز که داکتر زیب نورت سناتلا نوریگه، یلتی برسن اوننا نیسا بازن، اونگه تاب شرسن اوننا نیسا بازن. عزیز قدری یاشلیغمز افتخارلی کشمز نیکنام کشمز دکتر سید نورالله مراد جنابلارنه قیگن خدمتلارگه هم اصنات دب من بلگه تصنادی من که واقعا اوشه کچک قلیگان خدمتلاره ملتمزگه اوشه آمه ساغلیک ساخسیگه بوسون خانوادلانه خل آیلالانه خوشلشیگه خلونه تتشیگه منمون داخت فرزن منم گوزه سیسکه بر جایگه سیسنی چکاراده بلگه هم رحمت دیمن تینگری تالا بلانه اوزاغ عمر برسن خانوادلارگه خوشبخلیک بلالارنه خیرنه کرسن وزلاره هم خوشه قررسن و افتخار بانه بوسن که بزده ملت هم بلاده سیسیگه پوشلیب خدمتلارگه کلیلیگ. من کچو قواتمگه برابر تا حد توانی که داشتیم برای داشته های شما لبیک میگیم. دروازه افتخارات برای فعالیت های فرهنگی ما تنا در خوجغار و در تخار پایان نرسیده و نمیرسه. ما این کاروان بردیم به سطح ولایات شمال، به سطح ولایات جنوب، به سطح ولایات غرب. این کاروان حتما انتقال میدیم و صدای شما رو در اونجا همراه میشیم. سیوام من وطنم نه، وطنم نه، وطنم جان و تنم نه، باغ و چرباغ لرین نه، چمن و راغ لرین نه. سیوام من وطنم نه، وطنم نه. یه نه کورش اینجا ساق و سلامت بله. اوید عزیز لرمز که بزلده سیسمزگی چکنی ها و وزمز نکرگنی ها بزلده هم پیام لرمزده یتشتریده. سلام آرام آرام. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این جانب بهرام الدین فرزند عبدالغادی متعلم صنف سوم یک پارچه شعر را که تهیه کردیم با حضورتان به خوانش میگیریم. ترانه ملت. ای ملت پهرمان نام خوش جاودان، شام رشدی در جهان افغانستان افغانستان. ای ملت پهرمان نام خوش جاودان، شام رشدی در جهان افغانستان افغانستان. نوشد زمینی وفا از جوی ایمان تو افغانستان افغانستان. مردم در خاک خود جان رو به کف داشتی، در کشت مهری وطن نسل وفا کاشتی. مردم در خاک خود جان رو به کف داشتی، در کشت مهری وطن نسل وفا کاشتی. ای ملت قهرمان نام خوشت جان
نوشت زمین وفا از جوی ایمان تو افغانستان افغانستان عالم کنون بر رخت به حیرتی بنگرد پس افتخارات تو هر خوش خرمان برد عالم کنون بر رخت به حیرتی بنگرد پس افتخارات تو خوش خرمان برد ای ملتی بغرمان نام خوشت جاودان شهر شدی در جهان افغانستان افغانستان تشکر سایجیتون جان سپاس اولین باری است که در ولسوالی خواجه‌غار چنین یک محفل زیر عنوان رونمایی کتاب برگزار می‌گردد و نخست این دستاورد به تمام خانواده فرهنگیان مبارک می‌گویم و شخصا از دکتر صاحب سنت الله و قاری صاحب احسان الله و با ویژه مهمان عزیز ما جناب علی شیر انتظار جوزجانی خوش آمدید میگویم و در آخر یک خواهش از عامر صاحب معارف دارم که عامر صاحب معارف خواهش مایی است که همچو محفلا و مشاعره های ادبی در لیسه های دولتی و شخصی حمایت کنند برا بندازند و تا باشه که نخبه ها و شاعرهایی که و شاعرهای گمنام که ما داریم و کشف و شناخته شود و در آخر حرف ما سر ادبیات ازبکی است ما یک مضمون در مکاتب داریم که فقط به نام زبان ازبکی تدریس میشه اما من که اولادای خودم در مکتب نخوانم من میبینم اونقدر اما تدریس با کیفیت نیست امی زبان ازبکی را و به شکل درست تدریس نمیشه و امیر از عامر صاحب خواهش میکنم که جدا این را دم و نظر داشته باشن و همیشه توصیه کنن با عامرین لیسه که در ایسه تدریس زبان ازبکی کوتاهی نکنن و بدبختانه یک جفای دیگه که ما به حق زبان ازبکی کردیم شخصا خودم اولادای فارسی میگن در خانه و یکان وقت من کوشش میکنم که می کتاب ازبکی را بخوانم با وجودی که از پدر و مادر ازبک هستم درست نمیتونم اینو میره بخوانم با وجودی که لسانسه هستم چون از اول همین حساب یا همین مضمون به شکل درست تدریس نشده که من تدریس نشدیم که اولادای خود درست تدریس بکنم حضار نهایت محترم سامعین عزیز و کسانی که در این احتفال خجسته تشریف آورده اند به سنت بهترین عالم و برگزیده خواجه طه و یاسین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران نهایت محترم حضرت بیدل رحمت الله علیه یک فرد گفته است که ما آن فرد را تکرار میکنم متوجه باشین که انشاءالله شامل حال کلی ما و شما است بیدل علیه الرحمه میگه که از چمن تا انجمن جوشی بهار رحمت است دیده هر جا باز میگردد دچار رحمت است از چمن تا انجمن جوشی بهار رحمت است دیده هر جا باز میگردد دچار رحمت است ما در این محفل جزء سخن گفتنها هستم و میخوام یک چند کلام راجع به ولسوالی خواجه‌غار و داشته های فرهنگی آن به حضار محترم تقدیم بکنم خواجه‌غار را چرا خواجه‌غار میگویند
این خواجه‌غار مسمی به خاطر چی شده؟ کلمه است که سوال برانگیز همه کس چیزی که در این ولسوالی خواجه‌غار اهل فرهنگ است و میفهمند به می سوال مواجه می شوند. سوالی که جوابش نیافته تا هنوز. ما تحقیقات و پژوهشی که در این ساحه از پیش خود از اثرهای گوناگون ورق گردانی کردم تا جایی که مسائل کاوش بردم دیدیم که همین مسئله کلمه خواجه‌غار هنوز هم لاینحل باقی است. خواجه‌غار اینمی جا یک زیارتی است، بالای جوی قرار دارد. خواجه کلدی عزیزلر میگن خوش کلدی عزیزلر، خوش کلدی عزیزلر. ما تحقیق کردیم که در کتاب نسائم المحبت حضرت امیرعلی شیر نوایی به نام خوشکلدی یک عزیزی تیر شده بوده. هر آن مهمانی که در خوشخانه و قنوق می شده یا مهمان می شده عادت جناب همی بوده که خوشکلدیگز بزده شو کلبه و ایران همیزگه قدمیگز نیک بولسن، سزده قدمیگز باعث برکت بزدرگه بولسن گفته مهمان را خوش آمدید می گفته. بناهن مشهوری آدم به نام خوشکلدی بوده. اینمی عزیزی که دمیجا خواست آرامگاهش است، زیارتگاه خاصی هم بود در گذشته ها. ما می دیدیم که هر چهارشنبه زنان مخلص اینمی وطن می رفتن در گردش زیارت می کردند و می گشتن و طلب خاصی ازش نداشتن، ایره فقط یک واسطه قرار می دهند بین الله و خودش. بعدا موحدین کشور و مسئولین امور دینی و کسانی که در اسلام و در دین تبحر داشتن، علم وافر در این باره تحقق کرده بودن، از این عمل اینمی ها را کل همین نسوان و ذکری خواجه‌ها را منع کردن، گفتن که باعث شرک در مقابل خالق می شود. بناهن زیارت اینمی قسم خودش باقی من مینست یک قبر و مردمانی که مخلصوار در اطرافش میگشتن پروانوار اونا در خانه ها رفتند و از این عمل شرکی خودشان ایباورزیدند. بناهن در شهر کابل مرکز زیبای افغانستان ما چندین جا رفتم، یک قبری به نام خواجه‌غار در بالای پل چرخی موقعیت داشته و هر قدر کوشش کردم که کدام لوحه‌ای دارد یا سندی در این نوشته باشد که ما تحریر کرده بگیریم نیافتم. اما یک قبری به نام خواجه‌غار در کابل هم بوده. بناهن بعدا متوجه شدیم که این آدرس هم سوال مردم ما را حل نمی کند. بناهن بعدا به خارج کشور اندکی نظر انداختم، دیدیم که در ولایت خارزم ازبکستان کنونی در یک ولایتش یک ولسوالی به نام خواجه‌غار بوده است. در ولایت خارزم ازبکستان کنونی یک ولسوالی به نام خواجه‌غار قرار دارد. بناهن هیچ بعید نیست که همی مناسبت به او بچسبد. اینا برادر تنه هم دیگر است. ما قبلا در گذشته های بسیار دور و دراز هزاران سال با آسیای میانه، هندوستان، پاکستان امروزی، ایران تاریخ مشترک داشتیم. این مشترکات ما باعث یه شد که انتقالات شخصیت های فرهنگی، نظامی، اقتصادی و تجارتی بین اینمی منطقه، اینمی مرزبون مبادله شود و بیاید تمکن بکنن، تمرکز بکنن. بعضشان در اینجا وفاد یافته و اینمی گفا باعث اشتهار این منطقه شده است. فقط ما اینمی را بسنده کردیم، گفتیم که اینمی نام از اینجا مسما گریده است، انشاءالله بعید از واقعیت نخواهد بود. برادران نهایت محترم، معارف خواجه‌غار به خود میبالد. فرزندان نازدانهش امروز اثرهایی را به چاپ میرسانند و خیشتن را متجلی در ابد الابد میکنند. نمیرم از این پس تا
که من زنده هم. فردوسی بعد از سرایش شاهنامه با آواز بلند به طرف سلطان محمود غزنوی میگوید: ای سلطان، عمر تو فقط 100 سال و 200 سال و 500 سال است که به پادشاهی امپراتوری نام کشیده، بعد از نام تو میمرد، ولی نام ما چی است؟ نام ما جاویدانی است. چرا نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراگندم، بسی رنج بردم بدین سالسی، عجم زنده کردم بدین فارسی، بناهای آباد گردد خراب، زیباران و وستابش آفتاب، پیف گندم من از نظم کاخی بلند، که از باد باران نیابت گزند. انشاءالله عزیزان ما هم در قطار فردوسی هستند، اینها هم نمیمیرند، آثار جاویدانه ایشان اینها را جاویدانه میسازد. ما چاپ شدن اثر برادر بسیار عزیز گرامی خود پارسای عبدالله احسان را به خودشان با تمام اهالی فرهنگ رست خوجه غار تبریک و تهنیت عرض میکنیم و دیگه بیجا نخواهد بود. همچنان ارجمندی نازدانه و نازیه بی بی خانم را که اثرش به نام نوای هزارباغ و چاپ رسیده است با نمایندگی او ارجمندی به پدر مهربانش که شاولی ازبک است، سالهای سال موی سیاه و ریش سیاهش را به سفیدی را تبدیل کرده در خدمت این مردم بوده، تبریک و تهنیت عرض میکنم. نازیه بیبی به سبب به 3 زبان شعر گفتگی است، 3 زبان دمی کتابش مکتوب است: ازبکی و فارسی و پشتو. بر 3 زبانی ارجمندی ما شعر گفتگیست و با تمام ملیت های ما تبریک باشد. چرا؟ ما همبستگی قومی بین خودمان داریم، ما همبستگی دینی داریم، ما غیر از اسلام دیگه هیچ چیز به رسمیت اصلا نمیشناسیم. رسمیت رسمیت دین است، رسمیت فرهنگ دین است، رسمیت گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله است. بناهن هر کس به نام قومیت مینازد به طرف دوزخ روان است. پشتون اگر به پشتونگریش می نازد طرف دوزخ است. ازبک اگر به برتری ازبک بودنش می نازد به طرف دوزخ است. فارسی زبان اگر زبانش زبان بهشتی می داند دیگران را هیچ به طرف دوزخ است. بناهن متوجه باشید ما در محوریت دین با هم دیگر نزدیک هستیم انشاءالله. دیگر گفتنی دیگه همی است که خواجه غاریان عزیز، شما متوجه باشین که تجارت، اقتصاد، ثروت اینها کل یه چرک دست است و از بین میره. متوجه تعلیم و تربیه باشین، متوجه فرهنگ باشین، متوجه دانش باشین، متوجه قرآن و آن چیزی که شعائر دینیست و می باشین که این ماندگار است، این اصلا شما را از دوزخ و از جهنم و از سؤال بسیار سخت سخت نجات دهنده است انشاءالله و عزیز. و کتاب سیومی که با کوشش و سعی تلاش بی‌دریغ نویسنده بسیار مشهور محقق و پژوهشگر نازنین کشور حضرت شیرعلی انتظار به چاپ رسیده است، او نام تذکره شعرا و شخصیت های مهم تخار زمین است که به رشته تحریر آمده. اما اینمی گفت با حمایت مالی بیدرق دکتر صاحب نورالله و فرزندانش به انجام رسیده، از ایشان می شود که تشکری بسیار زیاده تقدیم کرد. ما فقط یک چند ناچیز ناقص مصرعهایی را به هم پیوستیم و اونمی را به حضورتان به خانش می گیریم. دیگه سخنان خدا خاتمه می تونیم. بنام آن که خلقت را از عدم کرد، بنام آن که خلقت از عدم کرد،
شگرف صنعتش کالی رقم کرد، عدم رقصی نمود میدان هستی، برآمد از جهان خیلی پستی، که نامش کائنات مشموم عالم، که نامش کائنات مشموم عالم، توالی نسل ما از پشتی آدم، در این هستی تفکر خاص انسان، در این هستی تفکر خاص انسان، هر آن که در تدبر نیست نادان، بیاغازم سخن را چون بهاران، بگویم من برای ارجمندان، شکوفه بشکوفت وقتی بهار است، که بلبل چهت زن دیدار یار است، دو تا از ارجمندان خوجه غار نوشتن زنده ساختن خوجه الغار، نوشتن زنده ساختن خوجه الغار، چمن را از سخن آراسته کردن، دل من را به خیشتن بسته کردن، سخن گوهر نگردد کهنه ای گل، سخن گوهر نگردد کهنه ای گل، می ساقی زمینا هست قل قل، سخن گوهر نگردد کهنه ای گل، می ساقی زمینا هست قل قل، یکی ترکی سروده قاره احسان، به لفظ مادریش خیلی آسان، سره ساقی می ترکینی توتگل، با آچن بویگه غمنی اونتگل، تو کبتی نیچه الوان گوهری پاک، اقوب کرسن کلورسن سیننی چاک، منی آغزم چوچک بلدی سوزیدن، که تنگریم راضی بلسن هم وزیدن، بیا حیدر یکی از تازه اقبال، که نامش نازیه گفت است در این سال، نوشته چون حریر شیری در ایران، نوشته چون حریر شیری در ایران، دیگر بارا نوشته چون حریر شیری در ایران، دیگر بارا در ای یافت دلبر ایران، حیات میداشت سعدی غیر تحسین، که میگفت بارک الله یار شیرین، نوشتی چون شکر ای دختر ناز، شوفن خوجه الغر باز در باز، بنازم سعی پاکی انتظارش، بنازم سعی پاکی انتظارش، تجلی داد چه خورشید کاربارش، نمد شابش همیشه جاویدن ساخت، به فرهنگی معرف این قمر باخت، خداوندا بدی بهر ثوابی، دعای من همین است یا الهی، بیا حیدر ختم کنی این سخن را، که گفتی اندکی راضی کهن را، و من الله توفیق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، والقلم وما يسطرون، نخست از همه تحفه سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را تقدیم می دارم، که عبارت از لفظ است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ثانیا با اجازه تمام سامعین محترم و گرامی، از جریان محفل امروزی کسانی که حضور دارن البته آگاهی دارن که درباره این محفل درباره چی دایر شده است. بناهن در اهمیت علم و قلم چند نقطه ای را که می خواهم به شما عرض کنم. محترما، ذهن انسان قلمرو شخصی است و در آن اختیار دارد به افکار منفی و یا مثبت را بگنجاند و ای انتخاب کردن افکار مربوط ذهن شخص به قلمرو شخصی آن است می باشد. بناهن هر شخص می تواند با استعدادش
چیزی که خداوند جل جلاله به آن شخص به قدر استعداد داده و جامعه یک چیز مفید و سالم را برگزار کنه. مانند شاعرای محترم و استعدادهای علما که به جامعه چیزهای مفید را ارائه میکنند و در اختیار مردم قرار میدهند. بنا این انتخاب آن هست. اگر ما و شما یک کار را انجام ندهیم یا نوشتن از شعر را نوشته میکنیم، کتاب را نوشته میکنیم، یا کدام مقاله علمی باشد به هم دست میزنیم، این انتخاب ما و شماست. انتخاب باید سالم باشد. در امور نیک باید انتخاب ما و شما باید نیک باشد، با کارهای نیک باشد، با کارهای خیره و مفید باشد، انتخاب باشد که با مردم از آن خیری برسد و مفید به جامعه باشد، نه اینکه مضر به جامعه باشد. در کنار قوت عقیدوی تاثیرات محیط است. اگر در یک محیط اکادمیک علمی زندگی داریم، این مؤثر است برای تمام اشخاص. اگر محیطی باشد که در آن هیچ علمی نباشد و فرزندان جامعه در آن زندگی داشته باشد، به آنها علم نمیرسد، آنها متاثر از علم نمیشود. اگر در یک محیط علمی زندگی کنند، حتما از بحره علم مستفید میشود و علم را حاصل میکنند. در مقابل این همه تهاجم های فرهنگی که توسط رسانه ها پخش می شود، ما شما کسانی که کادرهای علمی هستند، لیسانس هستند، فوق لیسانس، ماستر هستند مثلا، آنها می توانند در مقابل اینها یک دیوار راسخ و دفاعی باشند. این هم از طرف شخصیت های علمی می شود. بنان قلم، هر گونه ای که ما و شما قلم را استفاده کنیم، به همان طور در جامعه معرفی می شود. اگر شعر باشد، کتابت باشد، و این قلم است که همه اثار علم بجا مانده است، ولو که علوم دینی باشد، عصری باشد، هر علم که باشد، توسط قلم به ما و شما رسیده و انشالله در آینده هم می باشد. قلم سمبول تفکر و آگاهی برای بشر است. و محترما، چون محیطم گرم است و محفلم به درازی کشیده شد، دیگر ما با صحبت خود خاتمه می دهیم و ما علینا الا البلاغ. نام یحیی، نام پدرم دکتر سنت الله، دستم که اول الف دست می خوانم، یک پاچه شدارم با حضورتان بخانش می گیرم. وطن ایش بی تو افتخارم، وطن در حج وطن خاک پاک قدیشتم، وطن گل خمک لالغارم، وطن عاشقم برچ گوفت. تشکر از توجیتان جوان سپاس شود مهمانهای عزیز. این من شعر شعر حکمت و این من بیان لسرا. منی بزمی ادب که یاد قلمنگ، منی بزمی ادب که یاد قلمنگ، ادب دشمنلری نیشاد قلمنگ. اقر منگز منی بزمی ادب که، اقر منگز منی بزمی ادب که، ادب گلزارنی برباد قلمنگ.
در مجلس خود راه مده همچه منی را، در مجلس خود راه مده همچه منی را، آزرده دل آزرده کند انجمنی را، یرک قیغسی مینی چه که رسالم این رسالم اوچنچی یازگن و تارلنگن کتابلرندن دور که فعلا سیزلرنی قلرنگزگه قرار آرده. هر کم از حال و احوالنی و یورک سزنی از آنه تلیگه هر اندازه ساده و آسان تمام هم بلسه بیان اتدلر که تأسف بلن منگه از تلمزگه ادبی شکل بلن نسبت در یازشگه بر آس قینچلیگه بار. بو غزللرمنی آنه تلیگه ساده و آمیانه شکلگه یازیب و توپلب قیگن ایدم که قچان چاپ بلسده عزیز و بیرین سیور این آغمیز حاج سیب علی شیر انتظار جزجانی جنابلری توجه قدیلر که منی آلمدن آلیب چاپکه بیرشتگینی مجده بردیلر. منی بو غزرلریم محتوى عروس و قافیه یوریدن عیب کب ازبکی ادبیات بابتیدن هم نقص و مشکلات زیاد دارد. نمیگه که اتکن دورلرگه آنه ازبکی تلیمزگه معارف دروازاسیدن توجه بولمگنی اوچن بیز از تلیمزگه سوزنش و بدشلیگه واجز بولوب خانگر اکنگیز. چونی اوچون عزیز استادلرمزدن التماس شد که منی شعر و غزللرمنی نفس و عیبلریدن از لطف و مرحمتلری بلن یاپیب از کتلیگلری بلن کچیسونلر. آخرگه الحاج دکتر سیب نورالله مراد جنابلریدن و ارجمند سنت الله نوری خیر سیور دانش سیور جوان مزدن با سرنی چاپ بلوشی اوچون مالی یاردم پلگنلریگه کبتن کب مندن درچندک عرض درمن. وطن تپرقلاری دور رو گوهر دور مانینگ آتی جهانده معتبر دور که در یاسین سوی آب حیاتن شرین و هر مرزگه با اثر دور. دفر ایله بدخشان ساری بیر بار مادندن کنده لاجوار دور چه برغان ملکیگه ایله برال سنگ که چاه و گاز نفتر مستخر دور. خلاصه ملکمیز گنجینه ارمش شمال و شرق و غربی کان زر دور. اگر صادق کشی رهبرلی گلسه که بول محتاج دست کارگر دور. نگه بز بر بریمز اولدرائمز بی جنگدن ازگلر بهره آلر دور. بزن سرمایمیز مغرب که یدتی اروش باعث ولی بیز در بدر دور که فرزند و جوانلر چفت کتی جهانگه احتیاج و دیده تر دور. تعصب ایلشتی پیان دیگ ولی کن هممیز مومین و اهل و بشر دور. محبت ایب قیل سگه احسان هر بریمیز
محبت یوری راهی بی خطر داره. یک چند در این چرخ فلک عمر نمودیم، از جمع بزرگان سرودی بشنودیم. ما تکیه نکردیم در این دهر، ولیکن در بستر که بیچارگی آرام غنودیم. اشک و علم از روی یتیم پاک نشد، لیک شکر است که اندوه به دلها نفزودیم. خاری سر ره پاک نکردیم زعجزی، خاری سر ره پاک نکردیم زعجزی. در سینه ما تم زدگان خار نبودیم، آمد نشکستیم که در پای زمانه، قادر قامت نشکستیم که در پای زمانه، هم در پا نستادیم که او را نستادیم. گر جور نکردیم زناداری ما بود، گر جور نکردیم زناداری ما بود، نی نان کسی را زسری سفره را بودیم. بر جانب این خسته دل از قهر میاشوب، بر جانب این خسته دل از قهر میاشوب، نی لایق وصف و نسزاوار درودیم. هرچند نبودیم به کس مایه احسان، هرچند نبودیم به کس مایه احسان، خوشحالی و شادابی زی مردم نزدودیم. شعر عطایست از عطای کبریا، گر بجا گفتی پسندد آن خدا، ور خطا گفتی خطا کردی بدان، همچه زهری در تنت کردی بلا. شاعرم باشد امین و راست او، او رسانندی پیام انبیا. رازداری مصطفی بودی حسان، تو نمی کردی به گفتارش خطا. حرف تیزش همچه شمشیر قوی، پاره می کردی دل اعدا را. اسرعی تندش رسول تشبیه کرد، ذوالفقار تیز بی چون و چرا. می پسندی دی نبی حقا که شد، در معارک هم رکابی مجتبا. نیچ رسوا شاعری همچن کعب، نیچ رسوا شاعری همچن کعب، می سرودی شعرهای ناسزا. دشمنی کردی که با دینی نبی، با سرود و قول و حرفش دائما. بطن او را توبره ریمش بگفت، بطن او را توبره ریمش بگفت، مقتدای ما رسول و پیشوا. شاعری نبود حریقی بزلگو، او سرایت حرفهای نابجا. شاعرم باشد بگوید قول حق، در مجالس در معارک هر کجا. چون زبان و لطف و داد خداست، زین طریق می یابد هر کس راه را. ور نباشد چون که عب پست و نخیف، ور نباشد چون که عب پست و سخیف، بزنگوی و کینتوز و ناروا. شاعری آرد خلاف خلق حرف، شاعری آرد خلاف خلق حرف، هم ردیفی کعب میدانش روا. ای خدا بخشا با من توفیق تب، واشمی در راه حق بانگی رسا. گیر توفیق نوشتن رازی من، گیر توفیق نوشتن رازی من، برخلاف من تو کردم صدا. کن کرم یارم به احسانت همیش، و کنت بر عهد قولی خود وفا. شکر از توجهتان، از حوصله مندیتان که هوا بسیار گرم بود، وقتتان زیاد نگرفته باشید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم الهمنا الرشد وعظم شر نفسك.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدعو لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم غنيمة من كل بر والفضل والجنة من جنة النار. اللهم عنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما اللهم هب لحفظك. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلط الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين الظالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تزل مصيبتنا في ديننا ولا تزل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنه هي دارنا وقرارنا. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الاحزاب احزم اعداءنا واعداءك وزلزل الارض تحت اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمهم وخرب ديارهم. اللهم عليك خاصه برؤوس الكفار. اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم نقينا من الخطايا كما نقيت صاب الابيض من الدنس. اللهم اجعل القران الكريم لنا اماما ونورا وهدى ورحمه ولا تجعله علينا وبالا وغضبا ونقمه. اللهم اجعله لنا حجه ولا تجعله علينا حجه. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعنا ولا تعنا علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا رب.